درود خدمت شما هموطنان بزرگوار و ایرانی، رضا صابرپور هستم. کلیپی رو امروز دیدم، دیگه طاقت نیاوردم. باید این کلیپ ها خودم آماده می کردم و می زاشتم. که یک بانوی گرامی تو جنوب شرقی کشور، یه بانوی ایرانی که همسری هم نداشتند، برای اینکه بتونن آب خوردن برای فرزندانشون تهیه بکنن اقدام به تنفروشی کردن. برای آب خوردن اقدام به تنفروشی یک نفر بکنه، اونم تو ایران. باور کردنی نیست به چه مرحله ایرانی رسیده. یک بانوی با شرف ایرانی برای اینکه آب خوردن برای بچه‌هاش تهیه بکنه که بچه‌هاش از تشنگی در بیان و تشنگی نمیرن اون بچه ها، اون بانو مجبور بشه بره تنفروشی بکنه. و وقتی که تونست این آب خوردن رو برای فرزندان خودش تهیه بکنه، اقدام به خودکشی کنه و خودش بکشه. این خفته. با اینکه صفحه بنده، همین پیج اینستاگرام بنده، دوتا پیجم شایدن زیر حملاته، حتی هک میشه، حتی پیج من از دسترس خارج میکنن به خاطر اینکه من نتونم اطلاع رسانی اون بکنم. اما واقعا وقتی که این کلیپ رو دیدم باید گفت شرم، شرم به توی مسئول دولتی بیاد، شرم به شرافت نداشته توی مسئول دولتی بیاد که یک بانوی ایرانی برای گرفتن آب خوردن مجبور بشه بره تنفروشی بکنه. ای خاک بر سر ما، خاک بر سر ما که تو سرزمینی که این همه نعمت داریم، این همه سرمایه داریم، نفت، گاز، این همه سرمایه و ثروت داریم، گنجینه داریم، این همه گنجینه و دفینه داریم که حنجرمون رو پاره کردیم برای این مسئولین که آقا بیا از این گنجینه به نفع مردم بهره برداری بشه. آقا من یه مستندسازم دیگه، من کارم شناسایی این گنجیناست، کارم شناسایی این گونه میراث با ارزشه. بیا آقا بهره برداری به نفع مردم بکن. کیا سنگ اندازی دارن جلوی پای ما دارن میکنن؟ همین مسئولین دولتی. به مرحله ای برسه ایرانی که از فقر، که آب خوردن نتونه تهیه بکنه، بره تنفروشی کنه؟ توف شرافت نداشته توی مسئول دولتی بیاد که مسئولیت گرفتی که زن ایرانی، بانوی ایرانی مجبور بشه برای تهیه آب خوردن، یه چیز مثلا چی بگم، برای آب خوردن برای تنفروشی کنم. این کلیپش هست. شما به دلیل تشنگی مردم مشتری دارید؟ به مدنه اونجا مردم تشنه. به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوزنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود. حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ شما ندایی تشنگی این مردم رو بشنوید؟ داری رو بزردانید؟ به مردم اونجا مردم تشنن. به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوزنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود. حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ شما ندای تشنگی این مردم رو بشنوید؟ داری رو بزردانید؟ به مردم اونجا مردم تشنن. به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوزنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود. حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ شما به دلیل تشنگی این مردم رو بشنوید؟ داری رو بزردانید؟ به مردم اونجا مردم تشنن. به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوزنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود. حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ شما به دلیل تشنگی این مردم رو بشنوید؟ داری رو بزردانید؟ به مردم اونجا مردم تشنن. به خداوندی خدا قسم،
بانوی عزیز بیوه‌زنی عزیز، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود. حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ شما بذارید تشتگی این مردم رو بشنوید. به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه بیوه‌زنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود. حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟ همه این کارا بها داره. آقایونی که الان به عنوان مسئول دولتی نشستین، بهای تک تک این خیانت ها رو با پاره پاره شدن ناموستون پس میدید. توی دولتی نفوذی، توی حرام لقمه به اسم دولتی نفوذی، حالا میخواد عمامه بر سر داشته باشی که خیانت به همون لباس روحانیت داری میکنی، یا کت شلواری باشی و یه یقه دیپلماتیک انداخته باشی، یه لباس دیپلماتیک تنت باشه، یا به اصطلاح عامیانه یک یقه آخوندی، یه لباس یقه آخوندی بر تن داشته باشی و جای مهر رو پیشونید ضرب کرده باشی، سوزونده باشی. این مدلی که به ناموس ایرانی خیانت میشه، همین مدل به خودت هم خیانت میشه. اون حاشیه امنی که شما حرام لقمگان به اسم دولتی نفوذی برای خودتون آماده کردین خیلی زود گذره. خانه امنتون به آتش کشیده خواهد شد، اینو یادتون نره. این مدل خیانت ها که ایرانی مجبور بشه آخرش به این وضعیت بیفته، بهای سنگینی برای شما حرام لقمگان داره، برای شما مسئولین دو تابعیتی داره. یه مش حرام زاده بی وجود، یه مش از نطفه خراب که پاسپورت و ویزاهاتون تو جیبتون آماده است، که به این ملت خیانت کردین در طی این 41 سال، که ایرانی ها دست آخر باید بیفته برای تهیه آب خوردنش ناموسش رو بفروشه، شرف و عزتش یه بانو بفروشه برای سیر کردن چی؟ اونم بچه هاش تشنگی در بیاره، به روز زمانش که خیلی زود گذره. مطمئن باشیم به دست مردم پاره پاره میشید شما. بدرود.